به نام خدا، سلام دوست خوبم، امیدوارم حالت خوب باشه. تو این ویدیو میخوایم در مورد augmented reality صحبت بکنیم، چجوری تو اوپن سی وی میتونیم این کار بکنیم. کار خاصی نیست، زیاد چیز نشید. یه تصویر داریم، کوچولو خواهرزاده منه، گلسا خانم. این تصویر رو عموش گرفته، من داییشم. چه کانفلیکتی، چون من پول نگرفتم ازش تبلیغ کنم و اینا، همینجوری توی یک تصاویر بود که آبچون برام فرستاده بود. anyway، میخوام روی این تصویر یه عینک و یه سیبیل بندازیم که خروجیش بشه این، میخوام به این برسیم. اوکی، از این اسنپ‌چت ها بندازیم روی تصویر، ببینیم چجوری میتونیم این کار رو با استفاده از فیس دیتکشن و اون بحث فیشیال لندمارک و این که مثلا چجوری چشمش رو دیتکت بکنیم و با استفاده از اوپن سی وی چجوری بتونیم اینا رو بندازیم، امروز صحبت بکنیم و پیاده سازی داشته باشیم. اوکی، بریم توی کد ببینیم چیکار میکنیم. خب من رو ببندم. اوکی، سه تا کد داریم که من فقط پیاده سازی سیبیل رو اینجا میگم. توی این کد پیاده سازی سیبیل و عینک با هم دیگه هست. این کد سومی هم چجوری این رو ترکیب بکنیم که از چیز بگیره، از کامرا بگیره. خب بگیم توی کد خودمون. خب یه چند خط من زدم. خب این که همون گرفتن چیزه، تصویره، تصویر رو میخونه توی دیتا ایمیجز گلسا تا جی پیگ. اوکی، خب تصویر سیبیلی که ما داریم 4 تا کانال داره. وقتی که منفی 1 میزنیم میره تمام کانال رو میخونه. 4 تا کانال داره. کانال چهارمش چیه؟ کانال چهارمش کانال آلفا. 3 تا کانال اولش که همون بی جی آره، کانال چهارمش کانال آلفا که میاد اون بحث ترانسپرنسی و این که کدوم ها رو نشون بده نشون نده رو صحبت میکنه، که اینو شم نشونش میدم با این شو که جلو در میبینیم مثلا این به چه درد میخوره، اصلا چرا باید ازش استفاده بکنیم. اوکی، خب با این کسکت کلاسیفایر رو که آشنا شده بودیم دیگه توی همون اولین ویدیویی که توی بخش فیس داشتیم، فرانتال فیس دیتکتور دیگه میاد فیس ها رو دیتکت میکنه. خیلی ساده این کسکیت کلاسیفایر چند تا کار دیگه هم میتونه انجام بده. یکی از کارهایی که میتونه انجام بده نوزه. من توی این قسمت مدل سه تا مدل رو گذاشتم براتون، یکی که برای فیسه، یکی برای چشمه، یکی برای بینیه. خب چرا نوز؟ ما میخوایم بینی رو دیتکت بکنیم. راههای زیاده، مثلا میتونید با هم با استفاده از اون MTCNN هم این کارو بکنید. یعنی اون MTCNN بینی رو چیز میکرد دیگه، دیتکت میکرد. راه زیاده. حالا میخواستم تنبایی هم داشته باشیم دیگه. اینجا میاد بینی رو دیتکت میکنه، ما میخواییم با استفاده از بینی که دیتکت شده اون جای سیبیل رو تعیین بکنیم که سیبیل کجا باشه. پس میاد کاملا استفاده کردن از اینا خیلی کاملا اختیاریه، میتونید از چیزا استفاده بکنید، از MTCNN هم استفاده بکنید، چون MTCNN هم بینی رو دیتکت میکنه دیگه، فیشیال لندمارکش. خب دو تا دیتکتور رو ساختم، فیس دیتکتور و نوز دیتکتور. فیس باکس ها رو اینجا با استفاده دیتکت مالتی اسکیل فیس باکس ها رو دیتکت میکنم. بعد فیس باکس رو میام مینویسم توی FX1, FY1, FW, FH و همین حالت رو برای چیز ساختم، پوینت های نقطه دور رو ساختم، اینجا یه رکنگل انداختم. یه دور ران بکنیم. این چیزی بود که قبلا هم انجام دادیم. اوکی، تصویر رو میاره، باکس صورتش رو به دست میاره. خب حالا ببینیم چجوری میتونیم بینی رو نوز سیکشن مثلا یه چی بزنیم که جدا بشه. چجوری میتونیم بینی رو دیتکت بکنیم؟ نوز باکسز مساوی است با نوز، دقیقا مثل همون چیزه، نوز دیتکت مالتی اسکیل و فیس رو باید بهش بدیم. اوکی، من فیس رو چیز نکردم، جدا نکردم. برای اینکه فیس رو جدا بکنیم، خب میاییم از همین ایمیج FY1 دو نقطه FY2 و FX1 دو نقطه
فیکس تو. اوکی خب اینو پرینت بکنم ببینم چیزی میده یا نه. نوز باکسز خوب یه کار کردم من اینه، اینه که با این دیتکتور ها اینه که اوکی دیتکت کرد سریعا. مثلا اگه میخواستیم با MTC اینو کار بکنم هر دفعه ران کردنش باید ترمینال رو چیزو میورد تنسورفلو رو لود میکرد که دیگه مقدار طول میکشید ولی فرق نداره با اونم میتونید کار کنید. اوکی خب این دیتکت میکنه یه دونه به من خروجی میده. دقیق بکنید من اینجا یه دونه صفر میذارم برای استفاده کردنش. این ممکنه اگه چیزی دیتکت نکنه خب ارور میده، به خاطر همین دقت بکنید اگه چیزی دیتکت نکنه ارور میده. من توی این کد دومی اینجوری کد نزدم، اینو چیزش کردم یعنی گرفتم این ارورش رو. اوکی خب نسمش رو مثلا میخواید همینجا بگیریم میزنیم میگیم if len nose boxes مساوی بود با صفر، یعنی هیچی توش نبود کانتینیو بکن دیگه هیچ دماغی دیتک نشده. اگه بود nose box رو مساوی بذار با nose boxes همون سه یه دونه برد رو قاعده دن توی یه دونه تصویر شد یه دماغ رو داشته باشه مگه بیشتر یه دماغی دیتک بکنه، یعنی یه مشکلی بوده که ما میگم ولش کن همون اولیه رو بده دیگه نمیخوایم درگیر بقیش بشیم. خب همین نوز باکس هم همین داستانی که اینجا هست رو داره، دقیقا مثل اینه. من کپی میکنم برای سادگی کار، به جای این اف ها همه رو ان میدارم ان میذارم که بدونیم اینا نشان دهنده برای اینکه اینا رو همه رو با هم دیگه بگیرم آلت رو میگیرم بعد با چپ کلیک میزنم میاد خیلی سریع میتونم همه رو جا به جا بکنم. اوکی خب اینا موقعیت چیزا بینی رو داره میده، اینو سریع برای بینی هم بزنم. مثلا اینجا هم 255 بدم دوباره سریع این رو این بزنم. این هم چون روی فیسه دقیق بکنید، چون من فیس رو از روی این ایمیجه برداشتم تغییری روی فیس بدم روی این ایمیجه هم رخ میده. چرا این اتفاق میفته؟ چون نامپای عرقی ها میوتیو بدن دیگه، شما اگه روی یه تیکشون تغییری ایجاد بکنید روی هر دوتا نشانگر ایجاد میشه. من اینو توی پایتون اینترو بررسی کردم این ایمیتو بلا رو، اگه علاقه من بودید اونچه نگاه بکنید، ولی فعلا هم در نظر داشته باشید هر اتفاقی روی فیس بیفته روی اون ایمیجه هم میفته. اوکی خب این بینی رو دیتکت کرد. اوکی حالا میخواییم چیکار بکنیم؟ میخواییم اون تصویر سیبیل رو بیاریم بدازیم اینجا. خب ما پوزیشن این نقطه و این نقطه رو داریم. اوکی من به نظرم چیزی که به ذهنم میاد اینه که بهتره مثلا سیبیل از اینجا شروع بشه و تا اینجا ادامه داشته باشه. خب برای این کار مثلا میتونیم چیکار بکنیم؟ میتونیم بگیم که چون ما میخوایم از سایز بینی استفاده بکنیم، چون برای تصاویر مختلف هم میتونه جواب بده دیگه، سایز بینی میتونیم استفاده بکنیم. من مثلا میگم که x این نقطه منهای مثلا یک دوم این اندازه این nw میاد اینجا، و برای x دو هم میگم که چی باشه؟ مثلا n x دو علاوه همین یک دوم از این طرف بره، از این طرف کشیده بشه، این میشه nx1 و nx2. برای ny مثلا میگم که ny یه مقدار بیاد بالاتر، مثلا ny1 بخشه my1 یعنی وای سیبیله از کجا شروع بشه؟ از اینجا شروع بشه. یعنی چی؟ یعنی از ny مثلا ny2 یه اندازه سه دوم کل این اندازه بیام بالاتر، یک سوم و یک چهارم هم بیام پایین تر، چون زیاد بیام پایین تر دیگه میوزه رو لبش، پس یک سوم بریم بالا یک چهارم بیام پایین، این دوتا نقاط اون سیبیلمون رو تشکیل بدم. خب من این پرینتر رو دیگه بردارم. خب پس جر لازم دارم میخوام پیدا کنم mx1. mx1 رو گفتیم چی باشه؟ گفتیم یک دوم از nx1 عقب در باشه. پس من میگم nx1 منهای nw دوم. اوکی گفتیم n mx2 کجا تموم بشه؟ میگفتیم از nx2 به علاوه nw2، یعنی یک دوم امتداد داشته باشه. خب
وای چجور باشه؟ ام وای وان گفتیم که از ان وای تو یک سوم بیاد بالاتر بهتره. ام اچ وای تو ام وای تو تصمیل سه یک سوم بیاد بالا. همین حرکت هم گفتیم زیاد نه این پایین دیگه یک چهارم بیاد پایین برای ام وای تو. خب من الان پوزیشن چی رو دارم؟ چرا اصلا اونو بد کردم؟ اوکی. من اون پوزیشن اون سیبیلم رو دارم. اوکی. مزاره چیه؟ چیکار باید بکنم؟ کاری که باید بکنم اینه که میگیره جلو. این تصویر سیبیلم دیگه. اوکی. این تصویر سیبیلم رو باید ریسایز بکنم. چرا باید ریسایز بکنم؟ چون آرجیش رو برمیدارم، چون چند ممکنه چند تا فیس داشته باشیم و چند بار این ریسایز بشه، به خاطر همین یه دونه آرجی گذاشتم. چرا ریسایز میکنم؟ چون من میخوام باید تو این اندازه جا بشه دیگه، درسته؟ به خاطر همین باید برای این اندازه ریسایزش بکنیم. خب ریسایز چی میخواست؟ تصویر رو میخواست که ایمیج ماوس تاچ بود، ایمیج ماوس تاچ بود که این تصویر سیبیل است و سایز رو میخواد. خب سایزش باید چی باشه؟ سایزش باید من ام W رو به دست بیارم که خب میشه MX2 منهای MX1 و M HH هم میشه M Y2 منهای M Y1. حالا این ماوس چرا چیکار میکنه؟ ریسایزش میکنه به اندازه اون دو تا نقطه که اینجا ساختیم، این دو تا نقطه میاردش. خب حالا این تصویر من ریسایز شد، باید چیکار بکنم؟ باید بیام بندازمش رو فیس دیگه. خب میگم روی فیس، میگم که از ام وای 1 تا ام وای 2 و ام ایکس 1 تا ام ایکس 2. اوکی. من ایمیج مستاشر رو مستاشر رو بنداز روش سیبیلم رو. اوکی. خب ران میکنم ببینیم چه اتفاقی پیش میاد. اوکی. خب سیبیلمون رو درست انداخت، یعنی همون تقریبا اینا همون پوزیشن هایی بود که میخواستیم. این دوتا نقطه همون دوتا نقطه هایی که میخواستیم. این مشکل چیه؟ مشکل اینه که این بکراند مشکی این سیبیل هم انداخته که خب ما نمیخواییم بکراند مشکی این سیبیل بیافته. برای اینکه رو حذف بکنیم یه چند تا تکنیک اوپن سی وی باید استفاده بکنیم. خب من میام اینجا، اول میام این چیزا رو رسم میکنم. سی وی دو داده نمیشو اسمش رو بذارم ماسک. ماسک مستاج ماسک ماسکرم چیز میکنم، شروعش میکنم. اوکی. خب ماسکرم میبینید این چیز چهار است، چنل چهارمی است. این تصویر من تا چنل سه بود. خب این ماسکر خیلی کمکمون میکنه. خوبیش چیه؟ خوبیش اینه که اون تیکه سیبیل که برای ما مهمه رو سفید گذاشته، بقیه رو سیاه گذاشته. اولا ما از این تصویر سیبیله این تیکه سفیده رو میخواییم. اوکی. و از توی این تیکه سفیده رو باید برداریم، درسته؟ و توی تصویر گلسا هم باید چیکار بکنیم؟ این تیکه سفیده که میشه این قهوه‌ای ها رو برداریم. از توی تصویر گلسا کاملا برعکسشه، یعنی این تیکه رو نمیخواییم، این تیکه رو سیبیل باشه، ولی این تیکه که مشکی هستن رو میخواییم. خب ببینیم OpenCV چه قابلیت هایی به ما میده که این کار رو بکنیم. خب اولا اینکه باید ماسک ما هم چی بشه؟ این ریسایز روش رخ بده دیگه که اینا یکی بشن. این دستان برای هر دوتاشون هست. اسمش چی گذاشته بودم این ماسک هم؟ من اینو چیز میفهمم یک کامنت میکنم نیدن. این ماسک هم باید ریسایز بشه که این دوتا هم اندازه بشه، درسته؟ مستش رو بذاریم. خب سی وی دو یه قابلیتی داره به اسم بیتوایز اند. بیتوایز اند میاد دوتا تصویر رو با هم دیگه به صورت بیتوایز همون بیتی صفر و یکیه با هم دیگه اند میکنه. اند هم همون اند او رو اینا
با هم دیگه ترکیب میکنه هر دو تا اوکی باشن، میاد انجامش میده و یه ماسک هم میپذیره. میبینید یه ماسک هم میپذیره. ما به این ماسک خود تصویر ماسکمون رو میدیم، این ماسکی که ساختیم. این ماسکی که ساختیم به ما چی میگه؟ به ما میگه که به من که نمیگه به اوپن سی وی میگه که این دوتا تصویری که تو بخوای به صورت بیت وایز اند بکنی، من فقط اونجاهای اند میکنم که این ماسکه به من اجازه بده. خب این ماسک کجا رو اجازه میده؟ یادتون هست بخواید یه بار دیگه شو بکنم. خب میخواید اینم ببریم اینجا شو بکنیم، اینم ببریم شو بکنیم که بشم داره چه اتفاق میفته. اوکی اسم اینو میذارم دیگه، حالا این میذارم ما نیست. خب اینو سیران بگیریم. اوکی خب اینجا این تیکه دارم میگم که این دوتا این تصویر رو با خودش چیز بکن، بیت وایز بکن، ولی توی کجا؟ با استفاده از این ماسک. این ماسک چی میگه؟ این ماسک میگه فقط اون تیکه هایی انتخاب بشه که سفیده. اوکی برگره دیگه نمیخوام انتخاب بکنم، این میشه. اوکی که اسمشو میذارم فورگراند. چرا؟ چون این خود سیبیل رو برمیدارم. حالا من باید بیام بکگراندش هم بردارم. بکگراند رو باید از کجا بردارم؟ باید از صورت گوزه بردارم. ولی به چه شکلی باید بردارم؟ باید بیام چیکار بکنم؟ این مسکر رو کاملا برعکس بکنم برای اون، یعنی اون جایی که سفیده کاملا معکوس بشه. اوکی این سیوی دو دوباره میاد میگه که بیت وایز نات استفاده بکن. بیت وایز نات نات دیگه کاملا برعکس میکنه ماسک رو. اوکی اینو میتونیم شو بکنیم، یعنی ماسک اسمش بریم. اوکی این میبینید این چون ریسایز شده کوچیک‌تر از این هست. خب این برعکس این تیکه سیاه شده. خب این تیکه نمیخوام، این تیکه سفیده رو میخوام. اوکی میبندم اینو برمیدارم. پس برای بک‌گراندش سفید بود که اون چیزی بود که من میخوام. بک‌گراند سی وی تو بک‌گراند جی سی وی تو دات بیت وایز دوباره همون انده. میام چیکار میکنم؟ میام روی فیس این کار انجام میدم. آم ببخشید دیگه روی کل فیس که نمیتونم این کار انجام بدم، باید بیام یه همچین چیزی بسازم. اون تیکه صورت که جایگاه سیبیلمون هست رو ازش بکنم که همین میشه، همین میشه. بذارم اینجا. حالا این رو بیام چیز بکنم، با این ماسک بذارم، با این ماسک بذارم. اوکی خب این بره پایین. این فکر کنم رکتنگلار هم میتونیم بیخیال بشیم. این رکتنگلار رو شما کنیم، این هم میتونیم بیخیال بشیم شما کنیم. خب پس این بک‌گراند من رو بفر رو صورت گوسا برداشت اونجایی که سفید بود. اینو چیکار کرد؟ فورگراند من رو بفر روی همون سیبیله برداشت. این ماسک مهمه دیگه، این ماسک من میگن که کدومش برداره. اوکی خب الان ایمیج، این ایمیج سیبیل اصلی ها رو که نمیخواییم بذاریم، باید بیاییم چیکار بکنیم؟ یه دونه ایمیج دیگه بسازیم. این دوتا رو باید با هم دیگه جمع بکنیم، این فورگراند این بک‌گراند. سی وی دو یه قابلیت خیلی خوبی داره به اسم اد. اد ویتد هم بود و دیدید اون که میگه وزن دار با هم جمع. خب ما نمیخواییم وزن رو جمع کنیم، بخواییم چه میخواییم همون فورگراند و بک‌گراند بدون هیچ تغییری بیفته. خب من میگم مسج بک‌گراند رو با مسج فورگراند هم دیگه جمع بکنم. ما میتونستیم این دوتا رو جمع بزنیم چون اینا نامپای ارهی هم دیگه، میتونستیم نامپای ارهی هم جمع بزنیم. این اد سی وی دو یه قابلیت خوبی که داره، چون ما تصاویرمون یو اینت 8 وقتی تصویرمون یو اینت 8 بیایم اینو چیز بکنیم آن سایت اینتیجر دیگه، اگه مثلا یه عدد داشته باشیم توی تصویر 250 باشه توی تصویر دیگه هم 50 باشه،
با CV2 جمعش بکنید، با OpenCV جمع بکنید، 250 برای 50 که میشه 300 تون یونیت هشته که نمیشه 255 مکسشه. CV2 میاد این 250 برای 50 رو میکنه 255، در صورتی که اون چیزه نامپای میاد این دوتا رو با هم جمع میکنه، ماژولشون رو نسبت به چیز حساب میکنه، نسبت به 256 حساب میکنه، فکر کنم چه 44. اگه دارید تصویری کار میکنید، جمع کردن cv2.add بهتر از اینه که این دوتا رو با هم دیگه جمع بزنید، ولی باز به چیزتون بستگی داره دیگه، اون تسکی که دارید بستگی داره. حالا این cv رو میاریم داریم اینجا. اوکی؟ خب این اد کردیم، background foreground message رو میذاریم اینجا، اندازش هم دقیقا همین اندازه است. رو میگیریم. اوکی خب خیلی خوب cv رو انداختیم. این کج بودنش به خاطر اینه که یه مقدار کج بودنش به خاطر اینه که این سر گلسه یه ذره تو این تصویر کجه چیز نیست، اون به خاطر ضعف این دیتکتور هست دیگه. قاعدتا از اوپن سی وی و از چیز استفاده کنید، از MTCNN استفاده بکنید، این پوزیشن بینی رو دارید، هم میتونید اینجا چپ و راست برید که دقت بهتر میشه. خب قاعدتا MTCNN خیلی به دقت بهتری این رو دیتکت میکنه. خب این از این میبندمش. من دیگه گلس رو پیاده سازی نمی کنم، اینجا پیاده سازیش کردم، این رو ران میگیرم. اوکی این رو انداخت، این رو من میبندم توی قسمت ریزالت اینجا هستش. یه دونم کامرا رو داریم که اگر ران بگیرید با دوربین کار میکنه. مثلا منو سیبیل انداخته برام و عینکی هم برام گذاشته. اوکی خب اگه سوالی داشتید تو کامنت ها بپرسید. بیشتر برای این بود که یه مقدار تاکتیکای اوپن سی وی رو ببینیم چجوریه، خیلی قابلیت خیلی خوبی داره از برای کار ایمیج پروسسینگ، خیلی دست آمازه، یه مقدارم باحال بود تا بیرو گفتم کار با مزه بود. مثلا اگه خواهر زاده یه چیزی دارید میتونید اذیتشون کنید، اینو برای گوتا فرستاده بودم میگفت چرا عکسمو خراب کردی. اوکی امیدوارم که مفید باشه، اگه سوالی داشتید تو کامنت بپرسید. خیلی ممنون، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.